اونی که من میتونم بگم سیاسیون و گروه های مختلف رو دعوت کنم بگم شما هم به دریای ملت بپیوندید، روح و جان خودتون رو پالایش کنید، شستشو کنید، بیاید ببینید این زلال جاری یک ملت چگونه در پیچ و خم تاریخ و در حوادث و علارغم همه بدخواهی ها و زهر پراکنی ها و دشمنی ها راه رو به درستی تشخیص میده، حرکت میکنه. من خدا رو شکر میکنم و افتخار میکنم که مانند قطره‌ای در اقیانوس بیکران ملت غوطه‌فر خواهم شد و از عظمت و ایمان و قدرت ملت برای ادامه راه انرژی کسب خواهم کرد. حضور ملت در راه با پیمایی 22 بهمن هم هوشمندی ملی را در مقابل رنگ و فسون جبهه استکباری نشان می‌دهد و هم با حکمت و شایستگی حریف را به عقب می‌راند. البته در ایام میلاد مسعود خواجه عالم صلی الله علیه و آله این حرکت ملی بسیار پرمعنا و وحدت بخش و انشاءالله مؤید به تأییدات الهی است. این عصر انقلاب ما یوم الله عظیم و اعظم روز 22 بهمن، اگر مردم حضور پیدا کنند نشون میدن که وفادار به انقلاب امامشون هستن و این وفاداری اگر اعلام بشه همیشه تاریخ انقلاب نشون داده. هر وقتی که مردم حضور خودشون رو نشون دادن دشمنا عقب نشینی کردن. شما مردم همیشه حاضر بودید، حالا باز هم حاضر خواهید بود، انشالله ما هم با شما خواهیم آمد و مرگ بر این امریکا رو خواهیم گفت. امسال باید اهمیت بیشتری مسئله 22 بهمن داده بشه، یک پارچه همه بیان به میدان و این راه پیمایی ها واقعا نشانه اون اتحاد همبستگی است که عامل پیشرفت بوده و باعث ترس دشمن بود. من میگم به عنوان یک وظیفه شرعی همه باید بیان به میدان، یک وظیفه شرعی و بیست و بهمن روز راه پیمایی همه مردم شرکت کنند تا اینکه بفهمند حتی بیگانگان که چقدر این نظام در دل مردم جا داره و چقدر مردمیست و خوشوانه مردمی داره. حوزه های علمی همه باید با هم دیگه بسیج باشیم و مردم بسیج کنیم، هم برای راه پیمایی 22 بهمن انشاءالله تعالی، هم برای انتخابات که در باره انتخابات بنده برمان صحبت خواهم کرد.